بلا یعنی که بابا رانندم. آهای علی علی بدلی نگاهی بکن دایمی تو گازو دهدم. زبدی بشین دیگه جد شهر بینره تو چشمات علی نمیدم یه ویراج علی جون برد رو قیقات. علی مدالی هستم خیال نکن میترسم یواش برو رضا چون قد و بالا تو قربون. جون 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 آهای جون علی جون منم رضا برنده میمونی بیگن راننده دیگه کافه به در اومد از این کلا جدنده. علی مدالی میترسه؟ نترسم. درگی میدم ملرده؟ نلرزم. برو ببینم چی میشه سیما یکی قاطی میشه. بای 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 علی علی جون جون علی دفتی بشینه علی مدالی درگی میدم یه زرده بپن نری تو دره مدالی واسه میگیرم یه نگو واسه میبیرم. نترسم نترسم بای 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 نمی ترسی نمی لرزی پس کناری تو سفتی بکن میخوام دنده هباری چاقی بکن. وای وای رضا جون علی مدالی فداد شه یه خورده یواشتر بذار تو شوخی هم سرت نمیشه. با همه ریش میخوای بری تجه ریش دیدی ترسیدی بذار من ترسیدم بابا من واسه خودت میگم خیال میکنی این مدالو بی خودی به من دادن من میگن علی مدالی و اینو باش بیفه کدومه مدالین من که خودم از دم مچشا واسه خریدم. حالا بالا غیرتن دم نه یا رسیدیم به معدن. آره. بجا من میخوام با این مدال واسه کارگرا دو قرص کنم. هری چی میتونی دو بردم من شخصا هوات دارم. بچه آقا رضا اومد اونم آقا علی مدالی مگه آقا رضا پس اینا بر بیاد. آقا رضا سلام علیکم. سین لمگونه بولم چه خبر شده برای بچه ها ایجی تیما کرده هیچی بچه ها دارن اضافه کارها رو بشمارن. پس الان روشن روشن میشین چی رو روشن میشین داره تازه تلفن میکنه برای اضافه کارهای ما غلط میکنن تازه مزدی هم که میگیرن نصفش زیادیه بهشون بگو همینه که هست اگه نمیخوان زود دومشونو بذارن رو کولشونو برن فهمیدیم؟ ها؟ بله قربان دامشون رو بذارن برن ها؟ رو کولشون بذارن برن فهمیدی؟ احمق بیشعور من فهمیدی رو به تو گفتم فهمیدیم فهمیدی رو به کی گفت؟ ها؟ بره بابا بره آیا اضافه حقوقم اونجا من خود حقوقم اونجا همه تو ساد ساد بشین چرا؟ بیخوادی محتل نشون حقوقی هم که میگیرین نه نصف زیادیه آخه ما خرج داریم خبی که خفه شا واسه چه خفه بشه گرده نکلوف واسه که این طرفی که داره حرف بزنه اون طرفی باز خفه بشه خفه بشه؟ آره که نه قانونشه نه بابا اون وقت اون طرفی چی کاره بکنه؟ ها اون طرفی؟ اون طرفی حسابش با منه رسم الو دفتر شرکت گوش خدمتون الو دفتر شرکت قربان معدن ریزش کرده حالا چیکار کنیم علی تو اینا رو ببر من برم به بقیه کمک کنم مواظب باشی جواب باشی بقیه کجا مستمو کجا ببخشید مستمو کجا یه رکولی نگفتم سوارم میشو اصلا بایی مردم دوباره ریدش کرد آش کمک کنی آخر سر افتیر آبار کمک کنی کمک کنی آقا جون چی شده؟ آقا پاشو بینم آقا رزا چرا که نشده؟ نه فقط الوره خورده به کمرم اون وقت کمرم رنگ به رنگ کمک کن ببریمش دکتر دکتر نمیخواد نرش خودش یه پا دکتره برو بریم یواش یواش
اخیله دیگه باشتن مگه اینجا خیابون چراغ گاز که مرا داره اینطور اوراق همه میکنی خب ببینم آتیش بهتون گرفته حالا منو مسخره میکنی آره تاخسیر منه که میخوام نه بلا نه بلا ما واسه چی گفتم ست دکتر باست بیان پیش دست شکسته نفسی ببخشی شکسته بندی بخونه اخ نه یواشتر این صفم خوب چیزیه مگه داری پشت بون که حکله میگونی اینقدر بور نخور بذار کارمو بکنم چی این کاری مریم جون زود باشم زماد ورده بیا چشم خانم تموم شده الان میاره اونم باشی چه که رو کمیشی میاره من دارم این کسی میکنم اون باید خونه گریه کنه بفرمایید قربون دسته خوشگلت بشت چقدر تاره بالتی که پاره میکنن بهش بگو اینقدر زور نده اگه تاله نشکسته باشه الان دیمونی فجر میشه آبجی باز به من گفتی آبجی ببین زهر خانم اینی گفت بشتش بده فریادش بر آسمون تا دیگه اینقدر به من نگه آبجی آبجی راست میگه دیگه ننه مریم جون که آبجی تو نیست اون به سلامتی میخواد عروس من بشه حالا فهمیدی آقا بازم به من بگو آبجی ببخشی نبجی اگه کفکو داری دیدی که دو بچه بی کوری خوندی ما اهل اون دهاته نیستیم مریم مثل آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته من میخوام تو لش بازی تو بذاری کنار لش بازی کدوم من ننه تو خیاله میکنی پولی یا مفته به ما میدن مفتی این که تو گردنه ها دنده یه سطح یه قاضی چاق میکنیم تازه دو خورتو نمیشونم باقیه تنه دل خوشی که داریم سن رسشی اضافه وقه که اونم فعلا تصویب نشده من جدا مخالفم اونا به اندازه کافی مزد میگیرن دیگه دلیل نداره که چند وقت به چند وقت براشون اضافه حقوق منظور بشه مگه شرکت ما چقدر درآمد داره که شما مرتب برای کارگرای قسمتتون تقاضای پاداش و اضافه حقوق میکنید آقای شمس ما که در این باره نظر خاصی نداریم فقط میگیم در مقابل زحمتی که میکشن حقوق کافی بهشون داده بشه اتفاقا نظر مرحوم زرین هم قبل از اینکه فوت بشن همیشه همین بوده بله میدونم ایشون معتقد بودن که باید وسایل آسایش و راحتی کارگرا رو فراهم کرد تا نتیجه بهتری عاید بشه بسیار خوب فعلا از این موضوع میگذریم چون طبق خبر واصله به سلامتی پسرشون تا چند روز دیگه وارد تهران میشن چه بهتر که خودشون در این باره تصمیم بگیرن خب آقایون پیشنهاد دیگه ای ندارم من میخواستم پیشنهاد کنم یه 5% به طور علل حساب به حقوق کارگرا اضافه بشه تا بعد دفتر کارخانجات تیسفون بفرمایید بسیار خوب گوشی بله یه آقای اومدن به اسم اکبر میخواد شما رو ببینن آه بله بله بگید راه نماییشون کنن سالن پذیرایی پایین من الان میام بسیار خوب عمو جان الان ترتیبشو میدم خب آقایون تا شما گزارش های لازمه رو تنظیم کنید من میرم و برمیگردم خواهش میکنم لیلی جان گفتی اون کسی که منو میخواست راه نماییش کنن پایین بله عمو جان ولی این اکبر کیه من ندیدمش هنوز نه اما حالا میبینیش بریم پایین تو هم باش آشنا بشیم چی کاره است همه کاره و هیچ کاره آدمیه که خیلی به درد میخوره خب چیکار با من داشتین؟ با من چیکار داشتین که همچین سفارشی و دو قبضه احسارم کردین؟ اول با لیلی جون برادرزاده من آشنا بشو قربونت برم بیا اینجا حرفتو بزن ببین اکبر من مشکلی دارم که فقط به دست تو حل میشه بر خدمتگزاری حاضرین از وقتی که آقای زرین مرحوم شده تمام کارای شرکت رو من انجام میدم چند وقتی که محمد خان مباشر مرحوم زرین رفته اروپا تا پسرشو بیاره و کارا رو تحویل بگیره از قراری که من شنیدم خیلی جوون جدی و سختگیریه اونا تلگراف زدن که پس فردا وارد میشن قدمش رو چه؟ تو رو سننم آخه من کارایی دارم که اون نباید سر در بیاره دلم میخواد کاری بکنی که چند وقت تو بیمارستان بخوابه تا من کارامو صاف و صوف بکنم با فرض کنن چین زدیم که دیگه پا نشد به ما چی میرسه؟ ای اجرت نمیذارمت هرچی پول بخوای بهت میدم این جوجه رو کجا باستی؟ اون پس فردا با هواپیما وارد میشه تو هم بیا فرودگاه تا ببینیش اشتباه نکنم همون کلسه آره خودشه رفت به طرف سالن گمرک تو کجا رفته بودی؟ به چند تا از رفقام برخورد کردم این بود که معطل شدم خب دوستان تا چند لحظه دیگه جناب آقای زرین تشریف میارن لیلی جون دلم میخواد خوب ازشون پس بگیرم مطمئن باشم اونجا ایشون تشریف آوردن آه بله بله خودشونن از طرف
عموم کارمندان و کارگران معادن و کارخانجات ورودتون خیر مقدم است. متشکرم. با برادرزاده من لیلی آشنا بشین. قربان اجازه میخوام اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگران خدمتتون معرفی بکنم. آقای باشکی عضو هیئت مدیره. مفتخرم قربان. آقای اسفندزاده منفردی. گیرم زدیم به بال مرغ و افتاد تو سنگ آقا. به ما چی میرسه؟ لابد سینش آقا شمس میخوره، دوتا رونش هم شما. اما واقعی نداشتون، ما برادریم و برابر، سفره رو پهن میکنیم وسط و همه با هم میخوریم. چطوره؟ میبینیم تعریف میکنیم. خیلی از لطف آقایی میکنیم. بفرمایید قربان، بعدم برای عرض گزارش تو دفتر خدمتتون میرسم. از طرف من از آقایون تشکر میکنم. بفرمایید. از شما به خاطر دست گل زیباتون متشکرم. منم از زیاد خدا قربانش. خدا قربانش. چی میشد اگه همون بالا منفجر میشدی؟ الهی ذلیل به میری رضا، ترسیدم. این کارا چیه میکنی؟ نه نه، تو با این ریش میخوای بری تجیریش؟ اینجوری ادا میکنی کلومتر محله؟ اره فوزولی ماغور. چشم خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگه. اخ به چشم، اتفاقا خوبی شد یادم انداختی گوشان دشت میخرد. اداها چی از خودت در میاری؟ مگه تو خودت نگفتی گوشتا واضح بکن؟ منم دارم نوعبیشو گوشت در میکنم، دلخوری دریش میارم. مسخره بازی رو بذار کنار. کنار چی رو بذارم؟ میذارم تو طاقه چی؟ دیروز واسه مریم خواستگار اومده بود صحیح. اون جوابشون کرد، میدونی چرا؟ لابو طرف ناقص الخلقه بوده. نه خیر، خیلی هم خوب بود. اما مریم میگه من فقط آقا رضا رو میخوام، اون دلش میخواد زن تو بشه. حالا شیرفهم شدی؟ شیری بی شیر. نه نه پیزیل پالون ما نزد که ما خره بشون نیستیم. که نیستیم بالاخره چی؟ میخوای همیشه همینطور یالغوز بمونی؟ آکه هش، نه نه نه، من میخوام آدم بزرگواری بشم، خیلی بزرگوارم و هر دختری دلم خواسته میگیرم. دلت غلط کرده؟ مگه من میذارم تو هر دختری رو بگیری؟ تو باید حتما بابا من نمیخوام دوباره بشم، مگه زور اجهنت؟ همسه یه دست رسته، همسه یه دست چپه، همسه یه بالا، همسه یه پاگن، من زن بگیری نیستم. من مریم همه صاحب جیب دوست دارم. ما بچه که با همه بزرگی شدیم. و این همه چی از جونه بله میخواه؟ صدا تو ببر، مثل اینکه بلنگو خورد داده. آخه تو مگه واسه اینسان خلوک میذاری مثل پلنگ نشستی اونجا؟ اگه این دفعه از این جیغا بکشی یا همچی با این قنشیکن میزنم تو کلت که ماخت بیاد تو دهنت. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ نه نه قارچه زینو به چه سگ دبونی پیش کشته. بپرو دستت نزنی حسنی. آتیش به جون گرفته، صداشو واسه من بلند میکنه. آخه چی شده ننه؟ وای میگم چی شده؟ زدم رو انگشتم. آه ای بی نداره، بزرگی میشه یادت میره. آه زلیل مرده، حالا سر به سرم میذاری؟ همونی نگار خوابی و بیدار. اله مدال توی بیدارم، بیه تو بیه تو. سلام علیکم. خوش اومدی علیکی. سلامه. سلام و مرز، باست تو این طرف ها پیدا چاد؟ باه دست شما درد نکنه، اینجوری از مهمون پذیرایی میکنن. خدا حافظ. خوش اومدی. صبری بکن علی مدال، کجا میره؟ بینال آقا رضا زهره نکن، گوشین دستمه. دیل خوری نشو، میدونی که ننم قرنه هاست با تو شوخی داره. بی جلو ببینم چه کار. من با این خرس گنده چه شوخی دارم؟ هم ریشمه، هم کیشمه، قوم و خیشمه. حالا بهش بگو اصلا سلام علیک نداری. خب من که دارم. بله اونی که داره. ارباب خودمی سلام علیکم، ارباب خودمی سرت بالا کن. موقعی قنشه کستم با من شوخی نکن علی. علی سری به سری ننم نظر الانه که از تنوره در بره. چشم. خب بینجه ببینم شیری یا روباه. مثل همیشه شیر شیرم. بشینه ببینم بابا. دیگه ما خیلی کلوف شدیم. چطوری شده؟ مگه اسخرسی به ما رسیده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ یه شغل نون و آبداری به امون دادن. ما رو گذاشتن در اختیار کارگزینی. بیا بیا این حکمو بگی بخون. وای 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 وای. آخ جونی ننه، یه 200 چای بده بخوریم. جانم مدت ها بود در انتظارش نشسته بود. هن چی؟ چی شد؟ وای دانه های زرشک رپت پت اینا. میدونه تو این کاغذ چی نوشته؟ نه. جوفتمونو به خاطر دعوایی که جلوی معادنی کردیم امشی
مرگم بده، بیکار شدی؟ دلی تنگه نشونه نه، حالا که خوب شد خودم میرم کار خونه، خدمت همشون میرسم. میریم پیش رئیس جدید، میگن خیلی آدم جدی و بد اوناقیه. اوناقه بی اوناقه، خودم حقمونه ازشون میگیرم، اما بی گریه. چه حقی؟ قانون کار وظیفه کارگر و کارفرما رو تعیین کرده. در این مدتی که پدرم مرحوم شده و شما مسئولیت این شرکت رو به عهده گرفتید، نه تنها در کاراتون پیشرفتی نداشتید، بلکه روز به روز هم اوضاع بدتر شده. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. ما در این مدت همه سعی و کوشش خودمونو کردیم که هم درآمد شرکت زیاد بشه و هم کارگرا از هر جهت راضی باشن. کافیه. تا اونجا که نمودار شرکت نشون میده، راندمان کار نسبت به سالهای پیش نه تنها بالا نرفته، بلکه خیلی هم پایین آمده. و از لحاظ رضایت کارگران که به اون اشاره کردید، فکر میکنم درست برعکس گفته شما باشه. و تا اونجا که من اطلاع دارم، همه از وضعشون ناراضی هستن. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. شما میتونید در این باره تحقیق بفرمایید. تحقیق لازم نیست. با هم وضعشون رو از نزدیک تماشا میکنیم. من از خارج دستگاهی آوردم که به راحتی میشه تمام قسمت‌های کارخانجات و معادن رو از نزدیک کنترل کرد. بیایید تا طرز کارشون نشون بدم. ملاحظه می‌فرمایید که چقدر اوضاع کارخونه منظمه؟ عجله نکنید، به نامنظمی‌هاش هم خواهیم رسید. خیلی پرتی رفیق، کار کردن دلخوشی میخواد. ما صبح تا شوم جون میکنیم، مخصوصا نرسشه که میخوان به اون اضافه کار بدن، هزار جور بهانه میارن. ببینم تو میگی اینا خیر میبینن؟ نه والا، تازه بهانه شون اینه که چرا چپ رفتی، چرا راست رفتی، چرا نشستی، چرا پاش شدی. آهای پسر، سه روز حقوقت جریمه، تو رو خدا اینم چکر. با این کارا خودشون خسته میکنن، اونا هی ما رو جریمه کنن، ما هم این دستگاهی بیزبونو. شنیدید؟ این نتیجه خدمات شما و رضایت کارگر هست. با اضافه حقوق عده‌ای مخالفت میکنید، برای عده‌ای پاداش می‌نویسید. چرا این بی‌عدالتی ها رو میکنید؟ من که نمیدونم. شما نباید گفته دوتا کارگر رو ملاک عمل قرار بدید. حرفای اونا حقیقت نداره قربان. حقیقت یا غیر حقیقت، بالاخره اونا هستن که چرخ این تشکیلات رو میچرخونن. باید راضیشون کرد. حالا چه دستوری میفرمایید؟ فعلا شما برید سر کارتون تا من یه خود دفاتر شرکت رو مطالعه کنم. آقایان فردا صبح ساعت 8 تشریف بیارید. قربان، به خاطر تشریف فرمایی جناب عالی، برای فرد شب یه جشن کوچکی در منزل حریر ترتیب داده شده. محبت کنید و تشریف بیارید. چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟ باشه، سعی میکنم. خیلی متشکرم قربان. امری نیست؟ نه، فقط سعی کنید بیشتر به کاراتون توجه کنید. راستی دفاتر شرکتو که خواسته بودم چرا نیوردید؟ قربان، کارمند مربوطه به مرخصی رفته، برای چند روز دیگه برمیگرده و تقدیم حضورتون میکنم. به بقیه اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگرا بگید فردا صبح بیان اینجا تا جلسه‌ای برای رسیدگی به وضع کارگرا تشکیل بدیم. اطاعت میکنم قربان. خانم لیلی؟ قربان، پرونده انبارو بیارید پیش من. اطاعت میشه. گوش کن، یارو از اون ناتو هست، مواظبش باش. بفرمایید. متشکرم. امری نیست؟ نه. با اجازه صاحب کنی. امری بود؟ ببینید خانم لیلی، شما سکرتر من هستید، فکر میکنم شما به اندازه کافی به وظایف خودتون آشنا باشید. مگه در این باره قصوری شده؟ نه نه نه، به هیچ وجه. منظورم اینه که شما نماینده شخصیت من هستید. هر کس به محض ورود اول با شما برخورد میکنه، باید در اخلاق و رفتار و برخوردتون با مراجعین خیلی دقت کنید، به خصوص در پوشیدن لباس و آرایش باید منتهای ذوق و سلیقه رو به کار ببرید. منظورتون رو فهمیدم. چشم. متشکرم. فقط سعی کنید مد و زیبایی رو با هم تطبیق بدید. اطاعت میشه قربان. امری نیست؟ نه بفرمایید. بازرسی؟ بله قربان. بگید راننده اتومبیل منو حاضر کنه. چشم. منزل تشریف ببرید؟ بله، شما نمیاد؟ چرا، در خدمتتونم قربان. بله.
چه سمتی داره؟ قربان، ایشون دربونن. یک دربان اول باید سر و وضع خودش مرتب کن. از فردا فراموش نکن. با کراواتو تمیز. اجازه‌تون. کراواتو سفت کن. چشم قربان. امیدوارم از عرایز شاکر مکدر نشده باشید. من صلاح شما رو میخوام که گفتم باید زن بگیریم قربان. من زن نمیخوام. ایو هر نفعی آدم هایی خلق خدا، من کنم سیفته بگیرم. شما نمیتونین جشن ننده سر من بذارید. مخوام من افتاب خورده سیمای مقدم همو کرده و یای پره بره دکار عالمیان. اگه ماهیه یه بیمار پشوم من ننم هم دست شدید بسته گوشی بکنید. همه ساجه ها مادر جنم من خارجه ده زیر بیسم. من زن بگیری نیستم. خیلی خوب باری چلا چه این تو چه این میدونی به این چی میگن؟ آه پلوی خانوادگی. ناقل باشم و زن بگیرم و به قول تو یه زندگی جدید شروع بکنم. بله قربان، ما هم که جوان بودیم بزرگترها همیشه میگفتن زن بگیر تا عاقل بشی. آخه من تازه به ایران آمدم، نمیدونم زن خوب کدومه، نمیدونم کجا هست. زندگی اینجا با خارج خیلی فرق داره قربان. تا دلتون بخواد دخترای شنگول و منگول و جوون با خانواده و اجتماعی هست، من خودم واسه تون پیدا میکنم. در ضمن اگه موفقیت شما رو من داشتم الان 6 تا زن میگرفتم. پس هنوزم بده دلیم. بله راست میگی، همیشه مرحوم پدرم میگفت در جوانی و شادابی همسرتو انتخاب کن، ولی سعی کن کسی رو که انتخاب میکنی تو رو برای خودت بخواد، نه صرفا تو مقامت. پس آقا بزرگ خدا بیامرزن به شما سفارش کرده بودن که زن بگیرین؟ درسته، اون همیشه به من میگفت زن برکت خونه است، مرد رو سر به راه میکنه. مرد وقتی زن گرفت و فهمید نون یه من چنده، اون وقت قدر پدر و مادرش رو میدونه. رضا به خدا اگه زن نگیری شیرم و حرومه. ترمز دستی، ترمز دستی رو بکش. کدوم شیر؟ اینقدر که من نمیدونم همه شیر رو گاب بخوردم. اونم شیر دست دایی جام، یه چارم شیر، سی چارم هم آب بخوردم. واسه همینه که کاربوراتورم تند تند پست پس میزنه و پیش میزنه رو بذار کنار. تو باید زن بگیری. من باید عروسدار بشم. یه عروس مثل مریم دختر بلقیس خانم، عروس خوشگلم بشه، آتیش قلیونم بشه. بابا دست مریضا، تو واسه یه قلیون میخوای ما رو پاک بندازی به روغن سوزی؟ آخه نه نه، یه خورده فکر بکن. زنی که ماشین نیست که تا دست دویونشو جلی بفروشیش. آدم باید این بره بره اون بره 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 بالا پایینی بره. از لجت هولر میکنم تو گوشم. مگه تو خودت نمیگفتی بابا تو گا پسترم با زن فلانه بگیره، زن بهمانه بگیره؟ بله همه این حرف رو پدرم میگفت، و من تصمیم دارم نظر به عقیده اونو در تمام مراحل انجام بدم، و برای همین منظور میخوام مدتی بیشتر توی مردم باشم. مردمی که مدت ها از اونها دور بودم، چون باید شریک زندگیمو از میون اونها انتخاب کنم. عالی قربان، شما ماشاءالله جوونه با تجربه ای هستین، ولی یه خورده فکر استراحت و تفریح و تماشا باشید قربان. مگه تو جاهای تماشایی رو بلدی؟ از ما دیگه گذشته، ولی شما جوونید، میتونید کافه برید، کاباره برید، به ساز آواز گوش بدید، رقص ببینید. این چیزا هم فاله هم تماشا. بسیار خوب، با نظر تو موافقم، این کارو میکنم. فعلا بگو یه لیوان برای من آب خوردن بیارن. چشم قربان، حق دارین آتش داشته باشین. چطور میگی؟ آخه قربان آتش چند نوعه؟ آتش تشنگی و آتش چیزهای دیگه. خبردار، وارد میشود علی میداری رئیس کل بیمیدال. خانوم آتش هم سلام عرض میکنم. آقا رضا علیک سلام. علی میدالی علیک سلام و احوال پوریسین. برو اون لباس های پلو خوری تو بپوش و زود میام، میخواییم با هم بریم ددر. کسی به جونم مرک شده، نه اون سلامتو میخوام نه این کاراتو. چرا نمیذاری پسرم اهل خونه بشه و زن بگیره؟ علی مدالی یه کاری نکن و آخ اوخ بندازم. چرا دعوا میکنی؟ نه یه دعوا سر منه، خیال جوفتتون رو تخدی بکنم. خرم از توفولیت دوم رو نداشت باور کنین. چی؟ خره دوم نداشت؟ بابا چی میشه؟ هیچی، بهش بگو حریف من نمیشه، یا مرگ یا زن. واله راستی ببین، میگم میدونی چیزه، بذار من امشب ببرمش بیرون، یه چیزی تو مغزش بزنم، یه چیزی تو حلقش بریزم، شاید راضی بشه.
آره رضا جون، من منتظرتم، زودتر بیایی میخواییم با هم بریم دیریم دیریم خانه. نفهمیدم دیریم دیریم خانه کجاست؟ ها دیریم دیریم خانه یعنی این چی چیز خانه، اونجایی که آهنگ میزنه میگه رن دم 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 درم رن دم درم دم دم دم. بابا جون تو چرا دارم نشستی؟ شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع تا تو یه میل با ما بزنی و کرکری با ما بخوری. چی میگی تو اصلا حالته؟ ما یه تقانه دلمان سخته با گیری بکسمون قطع کرده تام که میکنه که نیستی با کنه. بابا جون اگه دمی رو میخوای این دم خوش باش، اگرم زنی رو میخوای که عشق بلکن نیست ننت هم بلکن نیست. میدونی چیه؟ نه عشق و علاقه به زن چیز دیگره، عشق مثل اتصال آهنه به باتری میمونه باید بزنه با بگیره. بفرمایید قربان، این کافه تقریبا وسط حاله، هم قنافرش خوبه هم یه گوشه و کناری داره که شما راحت باشید. متشکرم، تو همینجا باش چون نمیخوام کسی متوجه من قربان. سلام قربان، بفرمایید. سلام. سلام. چه عجب. سلام سلام به اون جمالت، سلام به اون کمالت. بفرما بشین، معرف و حضورتون چه هست آقا رضا یه دنده. حالا اگه دوست داری بشین در کنار بچه. چش خوش اومدیم. سلام از کدم، بفرمید چند نفرید؟ تنها هستم، فقط یه جای خلوت بفرمید. جای خلوت؟ بفرمید بالا، بفرمید. دلم میخواد امشب از اون نیناشناشای خوب صفا بکنی که این آقا رضا بره تو حال. آره نسبتاً آره. ای به چشم، خب با اجازه من میرم، موقعی برنامه هم شده برو ببینم چی میشه. رضا چیزی حالیت میشه؟ همه این غذاها رو دارید؟ فقط اون دوتا رو نداریم. بسیار خوب، برام یه جوجه کباب بیارید با یه مقداری هم ویسکی. بله 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 واردم قربان، مطمئن باشید. مدید میخونی کنار جام و پیمونی، میرا بکنی عشقم را فراموش. اگه هنوز دلت میخواد منو تو یاری قرار بذاری، بریم با هم یه گوشی بشینی گل از لبون هم دیگه بچینی، بریم با هم یه گوشی بشینی گل از لبون هم دیگه بچینی. تو چشمه ها رو نگاه کرد، ناز ناز منو صدا کرد، با چشمک و با ابرو دعوت به اون بالا کرد. شل شده پیچ شرزم چه بی حیا، برو بیا حالا دم بشکن و بشکن. دهن دادن و قربه گرفتن. لا اله این دلو، این پسره یه چند گوز داره کفت رو منو در میاره. هم همینطور پسر بیا پنی رو تو کم کن دیگه. راست میگه دیگه، ما نایمدیم اینجا هر گلاس پنج تو هم بخوریم و رقص تو لاشکار رو تماشا کنیم. این حرفا رو با من بودی؟ معلومه، بدتر از اینم بهت میگم. بیا پایین. بیام پایین؟ واه واه چی نیشه؟ آقا رضا طرف و دریام. ها ای به چشم بر روی چشم ما نمه دادش بیکارین، شما آمدین اینجا صفا کنین یا دعوا عرقیتونی بزنین. سلامتی شخص شخیص خودم. نفهمیدم حالا دیگه تو باطل مرده میخوای به ما درس صفا بدی؟ حالا که صفا نمیخواد پر برو شیرم. Thank you.
اگه اینم کلاتا دیگه واسه اینجا رو نکنه. وای خیری ندید این دنده عبزمون نکردیدن لباساتون به جهنم. الحمدلله که خودتون سالمین. اجازه بدیم ببرم تو منزل قربان. اره کلم بخون بار. اره بای خدا وای اخی وای جهنم آی نالو چی وایسه بینم با من هستی؟ میزنی و در میری وایسه بینم عوضی خیال میکنی لباساتو عوض کردی ما دیگه نمیشنسیم منظورتو چیه؟ خواهتو به کچه علی شب نزدم بگی تو حالا جا بیاد خودشه لباساشو چرا عوض کردی؟ نمیدونم نو نوارش کردم که حسابی لابد کتکش بزنن نگاه کن تو اینجا باش من الان برمیگردم بابا آماره داره نزنین اون پسر خوبیه من اشتاسمه بیا آماره داره کلا بیا آره فتمنی میزنین بزنینش بزنین تو آب گاش بزنین تو نون گاش بلا بریم ای بی معرفت نالوتی صدای تو همینه دیگه اگه آدم ده انگشتشو عسل بکنه بکنه تو این دهن تو بازم آدمو گاز میگیری اونا جواب تو رو خیلی خوب دادن اما من جواب ننه تو چی بدم زدست دیده بودل هر دو فریاد او که هرچه دیده بینه دل کنه ادیاد جنابایی مهما قرمونی صدا دهنی بداری مهما جانم جان این میگن صدا این میگن قدر این فقط به افتخار رسیدیم دیگه یواش یواش او رضا جون شانس آوردیم نرد یادش رفته کلونه در رو میدازه وگرنه باید خر می آوردم و تو رو بار میکردم تا گندش در نیومده یواشکی بریم تو اخ یواش ما چی میشه های جان یواش یواش اخ 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 نفسم برید خب رضا جون نوکرت هم من امشب جور تو رو خیلی کشیدم ولی دیگه بعد از این با ننت خب آقای علی مدالی ها دیو سمین خواب بیدار نشده بزن به چاک کجا؟ چه غلطی کردی؟ علی مدالی کافت زایید حالا یک دیو سفیدی نشونت بدم که خودت هست کردم خانم جون غلط کردم دیو سفید خودم اما همه کسمه من یه صد دفعه بهت نگفتم اونو نبر الباتی نگاش کن انقدر خورده که از حال دنیا رفته والا من تقصیری ندارم آخه موتور پسرت هشت سیلندره پر قدرت زیاد مصرف میکنه چیش به جون گرفته همه این بلاها رو تو سر اون میاری خدا مرکز بده زمین مرشه فریدون جان ابا ببینم چی؟ پس ما بی تفسیریم چرا قیافه رضا عوض شده؟ من برم این لباسا چیه پوشیده؟ اولندش که مدال بیرون دومندش من که اونو جایی بد نمیبرم خب کجا رفتی؟ والا ما با هم دیگه رفتیم یه جایی که داشتن خیرات میکردن یه خورده خوردنی به من دادن یه دست لباسم به آقا رضا دادن آره جون تو گفتی منم باور کردم والا حالا بیا کمکم ببریمش تو اتاق تا بعد حسابتو برسیم نه خانم جون امشب من به اندازه کافی کتک خوردم به جون تو دیگه باکتنم حتی یه چیکم ظرفیت نداره اون تو با اونم آقا رضا جونت وای 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 درد بیدرمون این دفعه اگه پاتو اینجا بذاری قلم پاتو میشکنه اوخ اوخ راست میگی وای وای اینو دیگه نمیخوام ببینم چی میشه رفتم گرم کم شو مردش روی برده میخواد که کمتر کفت کنی الهی علی آتیش به جون گرفته جز جگر بزنه که تو رو به این روز انداخت مردش روی برده مجبور بودی انقدر نجسی بخوری که نتونی رو پات بند بشی مری یه همه جیتون با من تماس نگیریم به من دست نزنیم من خنده روبم قیلی قیلی کیجم جیجرم از خنده اینه ها باید با نکشده حده کنی حاله من آقا رو شنگون نگیده آره چه خونه هر شب دو میده خوبره بزنی نکنیم مرگ مادرتون با پای من تماس نگیرین من نمورده رده بریشیدم وای علی بیا ببینین خوشگله چی بسره من هم برده علی
که انقدر پیش میاره. یه بودی که از اون رفقانی که تازه تو کافه پیدا کرده جسدی شدم. بای خدا آقا، یکی شما نیست که این لباسه رو پوشیده؟ ببخشین آقا، باور کنه اصلا بهتون نمیاد. رستی میگیم، رستی میگیم، مرگ من خوشیت نمیاد. نه نه تو چی دور؟ حالا منم نه رسته میگه. خب من الان چی کاری بس بکنم که شما خوشیتون بیاد؟ هیچی، فقط اجازه بده لباساتو بدم. اجازه بدم خیلی خوبه. این جانب موافقت دارد، فقط کلاه را از سرم بر ندارین چون خوشی ندارم یکی دیگه کلاه سرم بذاره. آخ بگی اینقدر دستمالی میخونین اولی همو میشم بای خوده تری کدم از قلقلک. ما من گفتم که لقلکی هم دیرینی که داری خورده بذارین منی خود هوار بکشم. ای وای خدا، وای نه نمورده مرز خوشی به خدا بگو یه خورده قصده بفرسته. اوسه این پسره داره منو دیوونه میکنه. اون از کار کردنش اینقدر دعوا مرافع کرد تا بیرونش کردن. اون از زن نخواستنش، اینم تا لنگ زور خوابیدنش. آهای یاردان قولی، پا میشی یا با این لنگ کفش بیدارت کنم؟ ببین زهره خانم یواشتر، خوب لبود خسته بوده که تا حالا خوابی خستگی سرشو بخوره. پس کجا بودی ببینی دیشب وقتی اون علی ذلیل مرده آوردش؟ اصلا هوش نبود. کشون کشون آوردم انداختمش رو تخت. مریم جون کلافه شدم، این پسره با این کاراش پاک منو ناامید کرده. زهره خانم ناامید شیطونه، آقا رضا جوون خوشقلب و خوبیه، مطمئن باشین اهل و سر به راه میشه. خدا از زبونت بشافه. حالا پاشو بیدارش کن بیاد نون و چایشو بخوره. الان 3 ساعته که سماور غل میزنه. منم برم این برنجو خیس کنم و بیام. میترسم اگر بیدارش کنم عصبانی بشه و محشر کبرا به پا کنه. غلط میکنه، اگه صداشو بلند کنه همچین با این مجمع میزنم تو سرش که زبونشو گاز بگیره. نترس دخترم، برو من الان برمیگردم. آقا رضا، آقا رضا، نزدیک ظهر پا نمیشی؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ من مریمم. نمیخوای باشی؟ نه بذار همیشه تو این خواب باقی بمونم. آقا رضا پاشین دیگه، خیلی از روز بالا اومده. اون اسم منو عوضی میگفت. مباشر نمیدونی چه قیافه آروم و نجیبی داشت. صورتش میان گیسوان خرمایی مثل قرص ماه میدرخشید. مباشر اسمشم به من گفت. مریم قشنگ نیست؟ من از این اسم خیلی خوشم میاد، خیلی. تا حالا نایده بودم اینقدر آروم صحبت کنه. منم ندیده بودم، از من تعریف میکرد. چه حرفای قشنگ قشنگی میزد. دیدی گفتم تو رو دوست داره، بالاخره رام میشه. خب چرا همش میگه آبجی؟ میگه من زن نمیخوام، او ادا اطوارشه. فهمیده بود تو اونو دوست داری، میخواست با سر ناز کنه. آره چی؟ ای بطر زود باش، بگو دو تا تخم مرغ 2 دقیقه و نیمی با پنیر هلندی برای صبحونم بیارم. زود باش، باید برم سر کار. زود پنیر چمندی دیگه چه زهرماریه، مثل که مخپخش عیب کرده. نظر خانه میدونی ما بالا سرش وایسادیم داره خودشو لوس میکنه. غلط میکنه خودشو لوس کنه. آها لشبازی رو بذار کنار، اگه یک کلم دیگه چرت و پرت بگی همچین با مش میزنم تو سرقت که وبا بگیری. باشه بینم. چی شده؟ چی شده؟ اینجا کجاست؟ شما کی هستی؟ اینجای بابای آدم دروغگو، تو منو نمیشناسی ور پریده؟ باز نگاه کن خوب شناختی؟ این خانم کیه؟ لا اله الا الله، پسر پاک خودشو به خلی زده ور پریده. تو مریم دختر بلقیس خانم نامزده تو نمیشناسی؟ پس ایشون نامزده منه. شما کی هستی؟ استغفرالله، کور شده حالا منو دست انداخته. زهره خانوم مادرت دیگه آقا رضا. اون که میدونه مادر چیه، یه عمری منو ننه صدا میکنه. ای ننه امر بفرمایید قربان. ای ننه بیفریس واسه ما دو دست زبون و چره تکل پارچه و یه خرد گوشت به ناگوش بگیرن بیارن. آها به آلو و میادت نده زده باش تا اجده عمل کره نجده. آلو پاچه
آم آلو گوشت بناگوش عجب استعدادی داره. ببین یه شبه چطوری اخلاقش عوض شده. این حرکات برای تقویه تعضلات پاتی کده بسته با چر پنجه سی چه هفته هشتنه ده یزده دوزده خوب خیلی گردن کل بشدیم برزن. سلام عرض می کنم قربان. فرد قربان آخه این ننه قره قره کجایی ننه هن 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 چشم چرا می خواده بازه دیشم مرا بردن مریض خونه. علی مدلی تو رو ما برده. علی کیه قربان؟ ها 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 بخ شما چطور علی مدلی رو نمیشین نسینه؟ و اینجا چجور جای حسابیه؟ اون بهترین دوست جن جنیه رفیق منه. دیشبم علی رو صدا میکرد. من اینجا سر در نمیارم. منم نگفتم که سری داری بیاری راستی اینقدر شراب کیو مست میکنه. بسو تا کریم بیکلک میدونی که ما قربانه نیستیم. اینا ما را عوضیه رفتن. خب بذار دو روز بشیم قربان ببینیم چه میشه. واقعا که خیلی شنگولی. اگه میدونستم کتک خوردن اینقدر خوشحالتون میکنه یه عده رو استخدام میکردم که هر روز صبح به جای صبحونه یه فصل کتک مفصل بهتون بزنن. چطور قربان موافق هستی؟ ترمزه ترمزه بکش ترمزه دستی رو بکش بیمعرفت. حالا میخوای در تیر کنی ما رو بزنن. اشته صبری اومده نیومد داره. اونی که بخواد منه بزنه هنوات شکم ننش بیرونی نیومده. زود گوریت گم کنه بگو کل پاچه با آب حالو برم بیار تا بخورم و اینجی جرم خونه که باشم. ولی قربان رژیم مخصوص جناب عالی چی میشه؟ رژیم بی رژیم بده ازشون دو تا مسکی جو باسته این دو تا جیگر را بسازم. پیرنشون خیلی شوریسته آدم ها به حالت میشه. خودتون رو بکشیم پایین پایین تر مناسب است. وای 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 آخی جون چلی حوتمه که دارین چه کیفه دار. ببینم میتونی یه لونگی واسه من دست پا کنین ها؟ زوده باشین من میخوام یه آبتنی حسابی بکنم. قربان من باید به دکتری مخصوص شما اطلاع بدم بیاد شما رو معالجه کنم. گوشی رو بذاره گوشی رو بذاره گوشی گوشی رو بذاره تا بگم اول نش قربون خودت اینقدر قربون قربون من نفهم من نبند چه فکری میکنم میخواد جیبامو خالی کنی. دوی مندش مگه آبتنی کردن دوکی دوری میخواد که رکت پتایی نه این همامه این همامه خیر ربی ربی چلو چلو حوزو نیشینم بده این همامه این همامه پاک اخلاقش تغییر کرده اصلا انگار نه انگار که همونه. از اون بالا هیچ پیدا نبود تو تو بمیری خیلی استلخ بزرگی با مدام چاله حوزه بابا خیلی پشت میگه دارم 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 از تو قبیه بخدا تو که دست اسمال قزل خونده از پشت بوم به بستی خجالتم میخوام به چیز دیگه معذرت میخوام بازا خلاف هم معلوم میشه این نمت خرابه. آقا مباشر این رفیق ما چی کاره است؟ راننده مخصوص شما هست. راننده مخصوص با لنگ مخصوص رده بکن بیادش. لنگ قربان شما که مایه مخصوص دارین بکشی تو یکی پس نزنی. من جد آبادم وقتی میرفتن چاله حوز لنگ بنده که نمیفهمم کلوف تو چه بندم قربان نمیفهمم خوبه خوبه خودم من نمیفهمم فیلن اینجا پارکش کن تا من لنگ جوری بکنم. نظر تو چیه حالا آقا چطوره؟ بابا من که دکتر آه بله دکتر دکتر و دمای چشم چرونی هستن برم خدایا کجا لخت بده بشم کسی نبینه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خواهش میکنم فوراً تشریف بیارید. حال احمد خان خوب نیست. نه نه چیزی نیست شایدم چیزی هست نمیدونم از مزاجه از ملاجه. آقا مباشر رخت ما بگیرم اصلا دیوونه است. ای خدا بر رفتیم. ای آقا مباشر گوشی بکنم واسه جمع بکنم من زیاد خوب بلده میشتم کجا؟ بایی جانده این آقا مباشر آهای بیان آقا افتاد تو استخر آقا داره خفه میشه بیان نجاتش بدیم کمک کمک بردائین کمک کنین چی شده قربان مگه نمیبینی آقا داره خرق میشه به پرتوابه حسنتم به پرتواب یاد را حسنتم به پرتواب چی شده حسنتم تو آب لالا شد باشید اومد رو آب اومد رو آب یکشی نکه حالا دیگه آقا مباشره خوشی
اومد. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که سالم هستین قربان. میخوای تو رو میندازم تو چاله ها؟ نه خیر قربان، اجازه بدی حوله رو بیارم که سر ما نخوری. ولی گفت مادرش روزی که پسر جن کنار چاله حوز نر را اومدم. آی اومدم. علی کتک خورده بی مدال سلام عرض کرد. میخواستم بگم به جون شما دیشب اصلا تقصیر بنده نبود خانم. علی مدالی؟ نفهمیدم، من حالا مدالی شدم. آره چون دیشب تالا پسرم این رو اون رو شده. چی گفتی؟ حرفای قشنگ. مریم خانم، بول حرفای این پسره رو نخونه. اگه این صد تا دنبک بسازه یکیش پوست نداره. آقا چی باشن؟ آقا رضا، علی آقا شاگردتو نمیشناسی؟ علی آقا؟ نه خیر، اوستای جناب عالی. بله دیگه، لباسای آقا نو شده، این هیکل و این مدال رو از یاد برده. بابا خیلی سرت میشه وا نالوتی. یادت رفتی دیشب تو کافه چطوری با مشت زدی تو چوخ؟ نه کافه یه چیزایی یادمه، اما من چقدر مردم که واسه کله پاچه آوردم، اونم با سرویس مجهز وانتبار اوستا حسین بنگی. بیا بزن روشنشی، بیا بزن. دوست ندارم بخورم. اسفند و اسفندونه، اسفند سی و سه دونه، اسفند خودش میدونه بتره که چشم حسود و دیوونه. همسایه این خونه، اون زن بالا خونه، اون پیره اون جوونه. پس من چی؟ زهرا خانم جون، میگم اون ضربه ای که دیشب تو کافه اون یارو حروم خورده تو سرش کوبیده، آقا رضا رو به نظرم پاک حالی به حالی کرده، نکنه دیوونه شده باشه. میزنم دندوناتو خورد میکنم. برو دهنتو آب بکش. پسر من عاقل بود عاقل ترم شده. همونه که میزنم بگیره. میخواد بره واسه مریم خانوم انگشتر نامزدی بخره. این دیوونگیه دیگه، شاخ و دار داره. نیازشو برم راست میگی. جون شما. الهی قربونت برم، اون قدتو برم، تازه هر عقل اومدی. میخوای با مریم عروسی کنی؟ البته با اجازه شما. وای پسرم چه با تربیت شده. بابا من که از خدا میخوام، یه عمر آرزو دارم عروسی تو ببینم. برو صبونتو بخور، دلم هوای صحرا رو کرده. علی باز مدالش یادت رفت، چی میخوای؟ خیلی خوب، علی مدالی. ببینم وانت حسین بنگی هنوز پیشته؟ آره فرمایش. من امروز از خوشحالی رو پام بند نیستم، میخوام برم یه گوشه کناری، باقی، صحرایی، آبی. ها تا آخرشو خوندم. این دل بی صاحب منم از بس دیفال کامیونو دیده و دنده یک و دو رو شمارده پوسیده، امروز بریم بزنیم و برخشیم و بخونیم و خوش باشیم و بچریم. خوبه دیگه اینقدر حرف نزن، برو اون وانت قرازه رو حاضرش کن ببینیم. چاییمو بخورم. با وانت میخواین برین گردش؟ نفهمیدم، حالا دیگه وانت او سوزن بنگی اخه. اگه دلخوری با آپالو ببرمت، گربه دستش به گوشته نمیرسه میگه بو میده. من رفتم وانت آبیاری کنم. بیا پسرم بشین کله پاچتو بخور تا من و مریمم بریم خرت و پرتا رو بیا. بیا اینه چیه واسه من آباد؟ واسه من دوتا چشمه، یه زبونه، یه بنال گوش، یعنی یه سرویس کامل کله پارچه بیاره. کله پارچه؟ برا تو خوب نیست؟ آقا ما باشه دیگه چرت و پرتی نگو، ما یه عمره که سعی سالمی، درد بی درد، دوای ما قرص صفا و محبته که شبا بخش همه یه درد است. حالا چیز فهم شدی؟ اینه کیا نره نمیان؟ سلام. سلام عرض کردم قربان. چی آوردین برانه؟ سلام پیرشینه ایشالله. آقا مبشر معرفی کنه. قربون، ایشون مسئول رژیم غذایی شما هستن. ایشون هم آقای دکتر خوشدست، دکتر مخصوص برای معالجه شما اومدن اینجا. بفرما اونجوری دم در خوب نیست. منظورشون اینه که بشینی. بله بفرما بشین رستم دلی رموزایی که. بفرما بشین دیگه، مگه آدمه ندیدین؟ میگم آقا مبشر تو این خونه هر چی شلوار شما بلنده دامنه این خانم کوتاه. چرا؟ حتما پارچه کم بود. نه جدن جدن. چرا؟ خیلی متشکرم. من که چیزی نگفتم. خب حالا ما با چی کار بکنیم؟ اگه اجازه بدین شما رو معاینه کنم. آقا مبشر اجازه میدی؟ اجازه منم دست شماست قربون. شما چطور؟ اختیار دارید. پس زود بشین بیان، اینجا عصبم خیلی خرابه. بدو این بیاین اون جاهایی که سالمه بعدونه بدونه واسه همه بگو. هره میخنده جری نزنی یه بختا. خیلی خوش قلبم نیست قربان، قلب شما طبیعی و کاملا سالم. بذار برج مراقبتم ببینم سالمه. یعنی چه سالمه؟ بله قربان، کاملا سالمه. ببینم من چطور قربان.
اونم چاله امیده نیستم بدیش ببینم بابا بیاغمو باشه بذار اون قلب سنگی تو امتحان بکنم سالمه نه خرابه چه خرابه برو جنورا که ببینم خرابه مزر یعنی چه میگم دکتر جونه تا اینجا که اومده یه خورک روغن کچک بده به این آقا پیریمو باشده ما تا حال جابی دمارا حساب خوب بیشنه من که سردر میمیارم یه چیزی هم بده اون بخوره تا دامنش قدری درسته یعنی طولانی تره بشیم بله با اجازه مرخص میشم خسته میشی دری میری ما تازه داشتیم با هم رفقه میشدیم آخه مادر جونی کجایی که یه سرویس کامل کل پاچه واسه ما بیار قربون صبونتونو میل کنین باید زودتر بریم کارخونه قربون سرت جردم دوباره یا نمیدانم تو ماهی یا شد بابا چرا نمیای چه خبر اومدیم آقا بده اومدیم آقا ملالی بخشی میشه ببینم پس چرا اینا نیومدن دارن میان تو هم انگار نوبر شاگردی ها سرت بگوشون بده نامحرم نبینه با این باید بریم واله مگه چه بشه آخه همه جانه میگیریم عیبی نداره یه خود جمعتر میشینیم نمیفهمم قربون اون وقتا برم که ما رو جایی بار مینداختن بالای کامیون یالا شما دوتا بریم بالا ببینم جوانان برن بالا زیر آفتاب یالا باریکلا منم در ببندم که کسی مزاحم شما نشه خانم خانم شما هم تشریف بیارین اینجا بشینین به حضرت داییتون بفرمایید با خدا مرگم بده من که این تو جان الان خودم ترتیبش میدم مگه جک و واسه چی چی ساختن جوانان زیر آفتاب حرکت به سوی صحرا برای چریدن آفتاب خوبی نه قربان در شانه شما نیست که این لباسو بپوشونه به کارخونه بیاین زشته مایه سرشکستی که چی مایه یه سرشکستی یه تحشکستی یه فضولی بی فضولی این لباسه که میبینی از جد آبادم به من ارسی رسید و خیلی همش ارادت بله بسن. خیلی هم بهتون میاد بله پس نخیز آقا مباشر به این گردن نازک بگو این چی بسته به گردنش خود چه اسیر بله کردی. چرا خود تو اسیر کردی؟ چرا با رفته باش مثل من نگاه کن من چقدر آزادم دارم من تو لباسم دری میام من یاده بگیر اره ببخشید آقا اره خب تصفیری به کشه رانم دیگه گیره بگیر مایی ما باز همین که بشینیم آقا ما باز خیر آقا الان در براتون باز میکنیم ببخش ما خودمون دست نداریم آقا ما باز شر بابا ای بلا معلوم شما رو خیلی دوست داری چون جاهای خیلی خوب میاری مانا چوبکاری میفرمایی قربان اینجا کجا اینجا دفتر شرکت شما پس بزنه بریم سلام عرض کردم قربان سلام نوکرتم کلفتتم آقا ما باز شر ایشون کی باشند ایشون دربون هستن قربان آقا دربون شلو وارفته باش سقش خیلی بیشتره بره بره آقایون ما همه برابریم و برادر ما سال هاست که با هم کار میکنیم در غم و شادی همدیگه شریک بودیم در این مدت من وجدانم هر خدمتی که از دستم بر اومده برای فرد فرد شما انجام دادم ما همیشه مدیون محبت های شما هستیم قربان چه خدمتی از ما ساخته است تا انجام بدیم تنها انتظاری که من در دوستی از شما دارم اینه که منو پیش احمد خان تنها نذارید چون اون با مرحوم پدرش خیلی فرق داره متوجهم آقای شمس خیالتون از طرف ما کاملا آسوده باشه بالاخره هر چی باشه ما از این قماشیم اون از اون قماش متشکرم خب باید همین حالا سر و کلش پیدا بشه قربان خواهش میکنم بفرمین اعضا منتظرن منتظرن که منتظرن بذار یه خود انتظاره بکشن تا قدر عافیت بدونن وای وای چه گلای نازی دارین خوب نگرش میدارین باد آمد و بوی انبر ها برد آقا مباشر تو رو خدا نگاه کن چه بلایه چه صفایه چه هوایه سلام عرض کردم قربان ای سلام به روی ماهت به چشمونه سیاهت ای آقا مباشر بگو ببینم جگر جون کی باشند ایشون لیلی سکرتر جنابالی هستن قربان سکرتر منن ها چه خوبه در ازت خوشم میاده اما ببینم تو خیلی لخت و پتی هستی با عیبه آخه نه سلامت این گردن و کلفت نامحرمه خودتون فرمودین اینجوری لباس بپوشم قربان قربانه غلط کرد من از این گرتی بازی هیچ خوشم نمیاد پس میفرمایید وکسی جوب بپوشم باشه وکسی جوب بپوش هرچی میتونی درازی تره بپوشه اصلا بهتره چادر شب بپوشه چشم هر طور امر بفرمایید قربان
قربان بازم باید خدمتون عرض کنم هیئت مدیره منتظره جناب عالی است. یه باشتری هیچ خوش ندارم کسی بهم دستور بده فهمیدی؟ خب خونه خاله کدومه بره؟ از این طرف قربان. بر. خب بازم میبینمت خوشگله اما اگه میخوای ما رو ببینی برو تو پرده. چش هر طور امر بفرمایید قربان. از اون بشیر اینه چرا پاشه دمه؟ برای ورود شما احترام میزنم. احترام که چند سال پیش شو برکت ده. بشینینه بابا. بشینینه بابا خجالتم ندین. این تنبی میره سرطفر پا نشین. آقا مباشر بشون بگو اینقدر خجالتم ندن. بشینن وگرنه من میشینم یعنی میزنم بچک. آقا رو ناراحت نکنین. فرمودن بفرمایید. قربونی هرچی بچه گه حرف شنبه من که قابلی نیستم امیدوارم علی مدالی فدتون بشه. خب آقا مباشر حالا باز چی کاری کرده؟ قربان صندلی جنابالی اون بالاست بفرمایید بنشینید تا جلسه شروع بشه. اون صندلی مال منه چی ریزو تری نگو بدینه. خب بشینین مرگ آباجیتون بشینین. وای چی بودش خب حالا بشینین بلنشین نگی دوست ترین بشینه. خب بچه همون مکه موری چه داره بازی بکنیم باشه همون مکه خوشتون اومده دیگه در این پر رو میشین. خب برای اینکه بیشتر خوشتون بیاد من یعنی قربان از امروز دستور شلو باش میدم یعنی که رباطتون رو شلو بکنین کتاتون هم در بیارین که بتونه خیلی خوب عارفی بزنین. عبر کلیل زنده باشین مشغوله بشین در بیارین کتشلوارتون. اینجا خانه خودتونه ساکت باشین. خب راحت باشین. آقا مباشر آخه نسلامتی ما مهمونیم بگو اقلا چند تا چایی قند پهلو بسمون بیارن. چایی قند پهلو قربان میستین که نه نه خیری سنگ پهلو زود بش دستورشو بده کار داریم. راستی ما اینجا چی کاری داریم؟ برای تصمیم درباره خرید یه کارخونه یه ریسندگی. دستیره بکش نری تو دره. شما قاش زین سفته بگیرین از تباری پیش کشتون. اگر رسم میگین اوضاع کارگراتون رو برا کنه که مثل من و علی مدالی بدبخت این میشه نخورن. علی مدالی کیه قربان؟ بای شما علی مدالی شاگرد منو نمیشناسین؟ زرش که زرش قربان زرشک آقا زرشک میخوان. چی؟ آب زرشک. آب زرشک؟ من که سردر نمیارم. صبح کله پاچه و آب آلو میخواست حالام آب زرشک. خدا خودش رحم کنه. خانم جون دستم به دومنت. مثل این که آقا حالش خوب نباشه فورا دستور بده یه لیوان آب زرشک براشون بیارن. چی؟ آب زرشک؟ مطمئن باشین هر کس خلاف بکنه جریمه اومدی یا نسازی جریمه بی جریمه. از امروز حقوق کارگره ده تومن اضافه میشه. ده تومن شما مال باباتونم همینطور خرجی که ده تومن که چیزه نه. آب زرشک که دستور فرمودین قربان. پیری من که یه گفتم آب زرشک. خوب حالا که آب برده بگیر تو بخور تا پیای شکمت آب بشه. واسه مام یه چای قند پهلو بیار. چای قند پهلو علی خدا مرگت بده. چرا؟ بعضی وقتا انقدر خوب میشی آدمو جاهای خوب میاری. نگاه کن پسرم و عروسمو دارم حظ میکنم. از تو همه دنیا پر نوره. عشقم به یه دریا میمونه با تو دیگه از من غم دوره. تنها توی خورشید این دنیای غمگینم. بی تو سر و پا حسرتم نوری نمیبینم. با تو نشون از غم این چشما نمیمونه. دنیا برام رنگ و برام مثل بارونه. عشق و خنام باش
ای گل در آغوشم، تا زنده ام هرگز نخواهی شد فراموشم. قلبم دیگه گرم و پرشوره، از تو همه دنیا پر نوره، عشقم بی دریا میمونه، با تو دیگه از من غم دوره، تنها توی خورشید این دنیای غم بینا، بی تو سرا با حسرتم نوری نمیبینم، با تو نشون از غم تو چشمانه میمونه، دنیا برام رنگ و برنگ مثل بارونه. خودم شلم نه اینقدر شلی خود سفته بشین اون زیاد شل کمش کن. خب حالا شدین مثل بچه‌ها قربان به کارا رسیدگی میکنین؟ کدوم کار ساعت چنده قربان؟ حدود نیمه بعد از به من میبینم چرا رود بزرگ در کوچیکری میخوره. شمسی جون بقیه لش بازی رو بذار واسه فردا، فین حواسی دیزی کوفته یه چیز آبکی با مختصری نونکی کردم، جلدی دستورش صادر. ممکنه بفرمایید رستوران غذا میل کنید؟ ممکنه میفرمایید پانشین دفعه آخرتون باش. آقا ما باشین مرا بر نارخونی چی بفرمایید؟ از این طرف ببینم سفره چند هزار نفریه. هر چه شما بفرمایید. پس آقای نگی شیکم بدون قضا طلبی کرده، همه تون مهمون حاجیتیم، اما بی بله قربانو از این کلکا با برو بریم. بشینه بشینه آقایون، اگه اشتباه نکرده باشم ایشون عقلشون رو از دست دادن. بله 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 شما بله شما بله. خب آقایون به کارشون ادامه بدن ببینیم چی میشه. بسیار خواهش میکنم. مژده بهت بدم، قرار من بدون ناراحتی به مقصود برسم، چون تمام افراد به سالم بودن اون و به عقل اون شک بردن. قره قره یکی طلب من میدونی شاید در این خصوص چی گفته؟ خیلی جالبه گفته. گفته چی گفته؟ خدایا بدانست که اصولنده بد نباشد، حالیت شد حالیتم نشد به من نمربوطه. من برای خودتون میگم قربان، آخه برای شما میونه کارگرا مناسب نیست قربان. شما نارخوری مخصوص دارین قربان. لعنت بر شیطونای خدا، همشی مخصوصی خود برجی مراقبتتو به کار بنداد. ما همه بندگان خدایی، با همه باش تا همه با تو باشه. من که نمیفهمم همونه بهتر که نفهم. سب کن ببینم به 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 چه؟ چه عطری چه تایمه عجیب بازم جون جون برم قربون این قلب بادم جون بچه. ای رفقا زنم یله که چیه میخورین؟ سر قضایی پانش بابا بشینه بشینه بفرما. آقا رضایی خاک سریه جونی شما بفرما. این قضا منو خجلتیه ندین بابا بفرما. ای بابا جون داریم چقدر بابا خوشم میاد، یه وقتی یا یادم میاد آقا رضایی کارگری بود، پول پلهی تو کاری نبود، زد و صحبه پول پله شد، کار رضایی چاپ و چله شد. زندگی که همیشه به یه فرار نمیشه، یه روز بود داره شما با کارگرا موافقم، توی همه جا من تو او ما خوشحالی باشین، همه شما مساعدتی اضافی حقوق پول عروسی پول رو بوسی هرچی بخواین پیش من بیان. رضایی میخواد حالا حروفی بزنه، خواهشی بکنه، حالا
گوشیتی با منه. چی میگم وای چی میگم، چی میگم و وای چی میگم و به کی میگم، حقوق کارگرا بایدی بره اون بالا. وقتی باشیم فکر ما بکنا باره این حالا، کار میکنیم با همه برای آواز خوندن؟ خیلی خوب بود. خوب حالا تو برام حرف بزن. نمیدونم تو چه اخلاقی داری، یه وقت اینقدر حرف میزنی که مادرت عصبانی میشه، یه وقت هم اصلا حرف نمیزنی مثل الان. تو حرف بزن، تو بگو، از من، از خودت، ببینم تو چی میخوای. من در مقابل تو هیچی نمیخوام. تو تنهایی فکر میکنم که خیلی حرف دارم بزنم، ولی وقتی تو رو میبینم همه یادم میره. الان چند وقتی که میخوام بهت بگم تو هم مثل همه دخترها و پسرها که با هم دوست میشن و نامزد میشن منو ببری گردش. این که چیزی نیست، حتما این کارو میکنم. همین امشب بری؟ فقط امشب نه، چون مهمان هستم و باید برم. ولی فردا یا پس فردا شب حتما میبرم. تو چقدر خوبی. خب بریم پلو بقیه. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. امشب یارو میاد اینجا، دلم میخواد خوب ازش دلربایی کنی. اگه نتونستم چی؟ میتونی، حتم دارم که میتونی. فقط کاری بکن تا میخوره بهش مشروب بده که مست مست بشه. چرا میخوای مستش کنی؟ اوناش دیگه به خودم مربوطه. برو فعلا خودتو بساز، دلم میخواد امشب مثل یک ستاره بدرخشی. سعی میکنم. این چطوره قربان؟ بدکی نیستش، بیندازش تو خندق دایی جونم، کلی از این لباس ها داره. اینه هیچی کدومه به درد نمیخوره، به درد ماشین شوره ها میخوره. پیداش کردم. آقا ما باشه به نظر تو اینه چطوره؟ شما که پاک خودتون رو زدین به کوچه علی چپ. کوچه علی چپ دیگه قدیمی شده، بفرمین پاساژ علی چپ. آخه قربان این پیژامه است، برای خواب نشب میشه. خب پا چرینی زودتری نگفتی، پس بندازمش تو بقل جیگر. خب دیگه چی هست؟ خب بفرمایید، اینم لباس شب شما، اسموکینگ، خواهش میکنم بپوشید. به چشم. باز شب شد، خود تو ترگل برگل کردی، کجا میخوای بری؟ من که قرار نبود دست از شب زنده داریات برداری. ها مادر، مطمئن باشید که جایی بد نمیرم. گفتم که امشب به افتخار من همکارانم جشنی گرفتن، من مجبورم که برم. حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت، دلش خوشه واسش جشن گرفتن. نمیدونم والا، منم گیج شدم. تو همیشه دلت میخواست آدم بزرگی بشی، سری تو سرا دراری، ولی حالا اینقدر ادای بزرگا رو در میاری، منم که مادرتم تو شک میافتم. مادر باور کن ادا در نمیارم، من مرد بزرگ با شخصیتی هستم. انشالله یه روز بهت ثابت میشه. فعلا شب بخیر. علی بگوشم. خدافظ. نه خیر، ما دلمون به یه اسم علی مدالی خوش بود، همینم زورش میاد بگه مدال تو. علی آقا مدالی، این پسره یه کاسه زیر نیم کاسش هست. تو برو دنبالش ببین کجا میره، سعی کن بفهمی چی کار میکنه. یک دو صفر هفتی واسش بشم که طرف خودش حظ بکنه. بیا بیرون با جایزه. به سلامت. چه غلط ها، حالا دیگه کارش به جایی رسیدی که براش جشن میگیرد. به سلامتی شما که به ما افتخار دادین و به این جشن تشریف آوردین. برو اونجا که دیگه درد و غم نباشه. ببین خوشگله، بیا با بالا گرتم با ما رو راسته باش. همینطور که آقای امیر السلام با یه نظریه دلی نصد دل عاشق فرخ لقاه شد، ما مثل خوشمون اومده. اگه تو هم با ما بعله، همین فردا ننمو بفرستم خواستگاری. شما شوخی میکنی؟ داری منو دست میندازی؟ جان هر چی مرده راسته میگم. به قول شاعر، از تو بگه که اشارت از ما به سرده بیدنه کسیده مهده. قربان
امیدوارم امشب به حضرت علی خوش بگذره. امری نداری؟ نه، ما رو تو حال خودمون بذار، خیلی خوشتریم. تو به آقا مباشر برس که براش او خود نشه با ایشون. قربان، طبق معمول نمیذارم بهشون بد بگذره. ملاحظه میفرمایید؟ میخوام به سلامتی تو. آقا مباشر مواظب باشی، وقتی به تفاوتی نگذره، یه وقت خفه نشی بابا. از تصدق سر شما خوش خوشم. یه وقتی به سلامتی نشی میرید. برو تو، حال که دیگه همچین پای دست نمیده. با اجازه من زحمت رو کم میکنم. خوش باش. همچین چارچشمی ما رو میپاد، مثل سایه همه جا تعقیبمون میکنه. به این فین یا اون لشت باش، خودش خسته میکنه. جیمز بان رضا وارد یه باغ کاملا ناشناس شد. علی مدالیه 207 در انتظار. بگوشم شاید من نمیبایست این حرف رو به شما میزدم. تنمون اگه بادار و دستشین رو بفهمن منو میکشن. بوته این کار ندارند. مطمئن باشی من همیچین خودم میزنم به مستی. یه خیلی کنم من سبوت عرق کنم سلامتی. مطمئن باشی امشب عرق آخرش که کوک میکنه. شما همین گوشه کنار باشین تا من برم بلیلی بگم بیشتر سرگرمش کنه. عمون داره به طرف ما میاد، مشروب تو بخور. این شیشه که توش آب ریخته ایبی نداره. اونا خیال میکنن مشروبه. خب احمدیشی میکنم. کسکیه میکنم. آقا شمس خانم چه عجب شد که یاد ما کرده. یه گیلاس بزن به سلامتی خوشگل خوشگل لیلی جون که من امشب حاله به حاله کرده است. اون وظیفه‌شو انجام بده و حالا برای اینکه بیشتر لذت ببری من از لیلی جون خواهش میکنم یکی از آهنگا یه قشنگو برای جناب عمو جون. آخه بیا فوری برو لباستو عوض کن و بیا برای جناب آقای زرین یه آهنگ خوب بخون. چطوره برو؟ همین طوره، به قول علی مدالی که میگوید برو ببینم چی میشه. سمایه که قاتم آقا شمس خانم، تو نمیخوای یه گیلاس با ما هم پیاله بشی؟ نه، این افتخاریه که نصیب من میشه. پس بیا بزنه ببینم. نه نه نه، خواهش میکنم، پس اقلن بریز این طولی برو ببینم چی میشه. سیما یکی قاتمه. بیا اینم مدرش، قدیم گفتن مدره یه لوتی سوتم. بیا بیا یه خورده. نه نه نه، خواهش میکنم، کافیه دیگه قربان. اگه اجازه بفرمایی یه خوردن به بقیه مهمونام برسم. برو که دیگه بری نگردین. وسط عمریه آب با جا عرق بخوریم. نفهمیدم آقا رضا لباس عوض کرد سوار این ماشین شد، کجا داره میره؟ بزن بریم. مثل شرابه ببین چنابه جادوی خوابه لبای من. دنیا نوره همش بلوره پر از غروره چشای من. دوری از این هیکل میدونم باست
این چشما این لب مال تو امشب نزدیک شد لب بذار رو این لب زلفامو پریشون میکنم اینجور و اینجور همون تو ندارم خوب میدونم چشم حسد کن راضی شدی حالا از این قد و بالا این قلب تو سیره اینجوری نلرد از لبا یک بوسه امشب شدی مهرم خوبیه تا که نمیرسه آخ سرمه داره گیجی میره علی چی تو اینقدر قشنگ رو آدم های مست بازی میکنی که منم دارم تو شک میفتم حوثت جمع شدیدم و تو داره میاد آقا شمس خوب ماره مست کردی و به رقاسی بادشتی اخ سرم داره گیج من چرا اینجور اونجور میشم تقلا کردین حالتون به هم خورده بیاین بچه آقا رو ببرین تو باغ تا حالشون جا بیاد موافقی قربان لیلی جون من میره خود هوا بخورم برگردم بفرمایید الان برگردم بفرمایید حالا راضی شدی؟ آفرین خیلی خوب بود واقعا عالی مستش کردی میگم چرا چشمای من سیاه شد میتونی روشنش بیم شما که ماشاءالله روشنی اینه چراغ رفته بسات دم نیاب بفرمین قربان نمیشه شما بفرمین من همین که پار رو کش میکنم اختیار دارین شما میز زدین روشن شدین حالا میریم هوا میخوریم روشن تر میشین بفرمین میترسم زیاده روشن بشم و فیوز بسودونم باشه حالا که بخوره بزنه بریم بفرمین گوله نده خودم نمیده رضا خیت کن نرفته به علت بی نظمی دارن میندازنش بیرون اونجا رو اون که از من و تو سر حال تره مگه مستش نکردی؟ چرا دو بوت بیشتر مشروب خوردی؟ عجب جونه وریه ولی کن امشب من فقط از عشق تو مستم این چه وضع مسخره یکی به خودت گرفت سلام نفهمیدم حالا دیگه ما مسخره شدیم اون همه شلنگ تختی که تو منداختی مسخره نبود این مزخرفات چیه میگی؟ تو کاملا مستی پس بیا تو هم یه قلاب آبجو بزن تا مست بشی این مسخره بازی ها رو بذار کنار از پیر مردی مثل تو این کارا بعید به به جناب آقای زرین هواخوری حالتون رو جا بود هواخوری؟ ها بله هواخوری امروز عجب
چه زود خبرات تو این شهر پخش میشه. مشروب که اذیتتون نکرد. من نمیفهمم شما چی میگید. اصلا مثل این که اوضاع اینجا امشب خیر عادیه. فراشو بریم. من به خدا چیزیم نیست. شما خیال میکنین که من چیزم. صبر کنید قربان، صبر کنید. پس اونا چه غلطی کردن؟ چرا نبردنش؟ پس خودشون کجا گم و گور شدن؟ بابا چی رو اومدیم تو خراب خود رو با ها؟ ساکت چی ساکته اینه؟ خب بفرمی قربان، اینجا هم هواش خوب هم دوا. بچه هوایی شما چند تا هستیم؟ مگه حساب اندسام خراب مشتی؟ یا شما قطی کردینه یا من یا چیشم؟ میخوای چشات باشه؟ پس بگه تا کمرت تاشه. بی هوا رو رو هوا خوش جیمز باند بی جیمز باند علی میدانی تمام پسه آقا رو داره دریاب رضا چون وایس اومده بابا توی من نمیدونم توی این دنیا چه کاری، رومنده ای، دونده ای، زننده ای، چی کار هستی؟ جخلی میدم، من مشتی میزنم، من مشتی میخورم، من این کار هستم. من نمیدونم امشب دیگه جواب ننه ای تو رو باید چی بدم. بی خیالش، این یکی دیگه خودم میگم، فعلا برو بریم. برو بریم. بابا من زن نمیخوام، من و مریم بچگی با همه بزرگ شدیم، من اونو به مثال آبجیم دوست دارم، حالا فهمیدی؟ اصلا میدونی من یکی دیگه رو دوست دارم. واه جونه، نکنه اون یکی دیگه من باشم؟ آتیش به جونت بگیره، بس که نجسی خوردی دیگه فکر و حواس نداری. مگه همین دیروز نبود که باهاش خوشو بش میکردی، قرار گذاشتی واسش انگشتر بخری؟ چرا حرفی تو دهن من میذاری؟ نه والا نه بلا، من دیروز اصلا اینجا نبودم. پس مریم واسه من آواز میخونده. تو دیروز با ما نبودی؟ به نیدال علی مدالی قسم، اگه دیروز با شما بودم من چه بگیری افتادم بخوده. ها فهمیدم، میگه به نکنه ما رو با یارو عوضی گرفته باشین. این پرت و پلاها چیه؟ میگه یارو کیه؟ همون یاروه که اسمش قربونه، همه ما رو با اون عوضی گرفته بودند. پس اون لباسه مال قربون بود که تو میپوشیدی؟ آره دیگه. این قربون چی کاره؟ من ندیدمش، ولی همه میگوین که رئیس کار خونه است، کلی ثروت داره، همه رو میخره و آزاد میکنه. ما رو میخره و آزاد میکنه. با من که حرفای تو رو باور نمیکنم. اگه راست میگی منو ببر تا قربونو با چشمای خودم ببینم. ببینیش؟ وای 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 وای، چی میشه؟ چی میشه؟ من که نمیدونم چی میشه. ولی من میدونم چی میشه. از قدر یه سری داره میارینا میفهمینه اون کیه و من کیم. من چی میگم و اون چی میگه؟ من اونه میگه اون منه. اون منم یا نه نمیدونم، فقط میدونم که اون دختر زن دلخواه منه. بر منکر قسمت لعنت، باید اتفاق بیفته و شما همسر خودتون رو انتخاب کنید قربون. بله، اون به هیچ چیز جز عشق توجهی نداره، خودشه با خونه ای پر از صفا. حالا میخواین چی کار کنین؟ اگه از دست بنده کاری ساخته است بفرمایید تا شروع کنیم. نه، میترسم برخورد با شما اونو از قصر خیالی و عشق پاکش بیرون بیاره. بهترین کار خودم تمام. الان میان اینجا؟ نه، من باید برم، چون قرار امروز براش انگشتر نامه. مبارک قربان، نمیدونم از خوشحالی چی بهتون بگم. فعلا سکوت کن، من زود برمیگردم. اینقدر حرف نزن ببینم.
جانم جان. حالا بفرمین نزدیکی مشاهده کنین از اون نو. قربان قربان و خونه عالی کشمان تو بود علی مدالی. آره ویلش کن بابا. ببینم پسرم تو اشتباه نمی کنی، تو همین خونه اومد. آره بابا مغز منم یه چیزایی رو میگه. آخه ما کجا و اینجا کجا؟ حالا که نمیدیم سلام کردم قربان. به کی سلام کرد؟ خب معلومه به منه که پنخه به دیفال سلام که ننه رو باشه. ما اینجا کلی قربان شده من نفهمیدم با دمه که سیفتش کردی شلش کن بابا شلش کن شلش کن زندگانی کن. هی دیگه کجا رفتی؟ کجا؟ به خانه کجا؟ پس ما رو به ساختمان راه نمایی کن. ما اینه بله به سوی ساختمان بگم خدایا کجاشو بگم شلشو بگم سفتشو بگم اینو بگم اونو بگم دیگه دارم دیوونه میشم. بفرمایین داخل یعنی برین تو. وای میبینی خوشی میاد ننه جونی کشتای دیگه نمیدی. بح بح از این مبل و از این قصر چه آلیست کفشات و درار و پاهات رو آلیست. ننه به قصر قربونو کلی خوش آمده. حالا فهمیدی این هو شهر فرنگه علی میدلی تا میتونی دیده بسید. مشغولم. بله خدایا خوابم بیدارم نمیتونم. نه این غیر ممکن. خدای من شوهر من شوهر من. نه 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 ایداد نه نه بابا پاک آبروی ما رو بریدی. اگه جای من بودی چی کاره میکردی علی؟ نه نه زوق زده شده. ایداد حبار آقای مباشر آقای دیلانی آقای مخصوص آقای پلیزام آقای پلیزام. چی شده قربان؟ بیا کمکی بکنه قربان. این خانم چشونه؟ نمیدونم دیگه درد نمیشه به هم خورده. وای خدای من چی شده آقا؟ این خانم باشون معرفی میکنم زهرا خانم نری آقا رضا. پس این خانم مادرشون؟ وای خدای این غیر ممکنه. صادرات شد دوتا. من فهمم شد امروز جور ایمیشی زدن هر کی میاد کله پا میشه. او آقا رضا جون ننت داره خوش میاد. اولیش بکن تو آقا مباشره در جمع من اینجا ما مادر آقا جان آقا جان پیری جان برای شما خوب نیست بیدارشی؟ آه باری کلا آقا پیری داره خوش میاد. خدای من بعد از سال داره چرت و پرت میگه. پروردگارا چطور باور کنم؟ نه نه من تو رازی نیاز علی میدلی. آخه قربان خانم یه وقت ناراحت نباشن. خانم کدوم ننمو میگی؟ بله مادر شما سرور من کسی که پس از سالها اون و شما رو پیدا کردم. محمد خان توی بگو حرف بزن از پسرم از شوهرم. خاک به سرم چشم روشنه نه مگه تو این آقا رو میشناسی؟ آقا رضا مبارک آشنایی تو روشنایی افتاده. مطلق میگه پسرم اونو من پدرت و برادرت در یه حادثه از هم جدا شدیم. پیدرم یعنی بابام. محمد خان حالا شوهرم کجاست؟ متاسفانه یک ساله که فوت کرده. خدایا شوهرم مرده. بله خدا بیامرز تا آخرین لحظه امید داشت که شما و آقازاده رو پیدا بکنه. یکی من اگه برادرتون بفهمه نمیدونین چقدر خوشحال میشه. داشت من؟ بله. نه نه گوشی رو بده دستم. بله برادرت اونو من چند بار با تو عوضی گرفتم. شما حق داشتین دو قلو بودن اونا باعث شد که شما اشتباه کنین. حالا پسرم کجاست؟ تعریف کن ببینم. چه وقت خوبی. ایشون همین چند دقیقه پیش رفتن خواستگاری. پس این که ناراحتی چه اتفاقی افتاده؟ به من راست بگو تو رضا هستی یا قربون؟ من نه رضا هستم نه قربون. اسم من احمده. احمد؟ پس رضا راست میگفت شما دو نفر هستین رضا و احمد. خوبه خیلی جالبه.
این رضا کیه که با من اینقدر شبیه که حتی شما منو با اون اشتباه گرفتید؟ اونم همینو میگفت. الانم به خانم جون و علی مداری رفتن منزل شما. راست میگه. پس اونا الان در منزل من هستن. چه نمایش جالبی. میخوای با من بیای اونجا؟ بله. بعدم نمیاد که شما رو با هم ببینم. خیلی جالبه. خواهش میکنم بفرمایید. بیاین. بیا. ببینم. احمد خان هستم. احمد خان؟ آقایون با کی کار دارن؟ اینا با منن. با شما هستن؟ زیپ دهنت بکش زیاد حرف نزن. آقا با بنده هستن. آره دیگه، فرمایشی بود. ورود اشخاص متفرقه ممنوع است. آقا شمس شما بفرمایید. فهمیدی چی گفت؟ ورود برای ما ممنوعه. ایشون درست میگن. لطفا یه دقیقه بیار. تشریف بیار. میگم که این یارو چیزه. اینو بکش. آره اینم عجبه، کلبی خاصیتی داشت. ببین چی میگم، ولی کار خوبی نکردین. خوبش هم میرسیم. میگم شما از اون خانم کوچولو خیالتون تخته. منظورت لیلیه؟ اون از بستگان منه. آقا شما زیاد تون میری. این چشم اون چشم کلی فاصله داره. یه خورده حواس جفت کن. آه شاید نظرت تو درست باشه. خب باید شروع بکنیم. فهمیدین که اونا دو نفرن و همشکل، ولی برای ما فرقی نمیکنه. هر کدومو بکشیم به نفع ماست. اگه خود احمد باشه که چه بهتر، اگر هم اون نبود ما قطعا گردن اون میندازیم. بس مثل این که بعد مشغول شده. برو بریم. خب آقای مباشر، حالا ننم خانمی میخونه، منم آقای خونه. ما مفخوره تو این خونه. اینو راسته گفتی. نه نگفتم ما بالاخره یه روز بزرگ میشیم. حالا دیدی راسته که همه به ما میگن قربان. این طور نیست. بله قربان. خیلی کیف کردی. بسته دیگه آقای قربان. هنه چی؟ هنه مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته که کنگر خوردی و لنگر انداختی. با منی؟ نه اینه با من نه نه آها. علی میدلی مثل اینکه ما با آقایان یه خورده حساب جزئی داریم. اره یالا بچه ها شروع کنید. آقایون خواهد نه نه در تو منطقه بی خطر. آقا جعبان برون حلبا حالا شما ناراحت هم نباشه، از پس احمدتون بر میاد. بازم یکی یه بله احمد میبرید باید رحمان بیا بالا، حالا من میرم پایی بر بکنید. یا کارشون اصره کنید. خود باشید. بی حرکت خودش قربان. امیدوارم که از خدمت ناچیز من راضی باشه. به به جیگر رو برم. اشکی من بالاخره کار خودش کرد. قربون اون قده های نه نه بیا این جم. ایبا این خانم چی هست؟ این عشقم، این تنه کسیه که ما رو تر خوشکمونه میکرده. تو دختر نمک ناشناسی هستی. بس عموی عزیز، بذار لااقل آخر زندگی بفهمی کی هستی، چی هستی. ایوان ننه ایش هم دورشی کرده. بله، فداکاری این خانم بود که ما را از ماجرا آگاه کرد. چرا این کارو کردی؟ خب لابد ما را دوستی داشت، عشق لامصب این کار را میکنه. خب بله دیگه، هبا خب استرید دیگه. بله من این کارو کردم. مدت ها بود هر کار که میگفتی من انجام میدادم، ولی دیدم هدف تو فقط خیانت و پستیه. اون وقت را هم از تو جدا کردم. کاری کردم که خودت با دست خودت مجازات بشی. آن دروغ میگه. تمام فتنه زیر سر خودشه. بابا ما بی گناهیم. خب با این حساب گناهکار بنده هستم. مدال برتون. و منم هستم. خب منم که شما بخواستین نفله کنین بی گناه بوده ام. تو آدم کلاهبرداری هستی. من اینو ثابت کردم. من تحقیق میکنم، همه چی روشن میشه. هر هر هر. اینجا خونه شماست؟ بله، منزل محقری. خوبه، با خونه ما هیچ فرقی نداره. ولی تو خونه شما چیزایی هست که توی این خونه نیست. معلومه تو خونه ما چیزی نیست. چرا؟ صلح و صفا، وفا و محبت، علاقه و صمیمیت، از همه بالاتر عشق. این تنها چیزی که ما داریم. راستی این مادر علی مدلی کجا؟ فکر میکنم تو ساختمون باشن. بریم ببین. همینجا به داری شروع بزنیم. 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 شروع
حرف بزنه. اینطوری من چیزی نمیفهمم. ساکت باشین یا چه حرف بزنه. اینجا کار خبره. آروم باشید. آروم باشید. آروم باشید. آقای زرین، آقایون بر علیه جان شما توطئه کرده بودن. با همکاری این خانم به دام افتادن. احمد خان، شما بگید که من بیگناهم. احمد خان بهتر از همه از کارای تو با خبره. بفرمایید شما بازداشت هستین. اونا رو بیارید. اونا رو ببرید. ولی بیگناهی. یلا معطل نشینی. قربون مژده، مژده، مادر و برادر گم شدهتون پیدا شدن. مادر و برادر؟ بله. مادر. ننه اینقدر قربون صدقش نره حسودی میشه. مادر این آقا؟ آره رضا برادرته. برادرم؟ برادرم بردش منه، بردش منه. بای 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 دشتی دم با خودم رفته. حالا اومدیم سر اصل مطالب. مریم ای ناگلا، بالاخره لنگه ما رو گیری را بردی. باشه تو رو بخشیدیم به آقا قرداش. خیلی متشکرم. ولی برادر جان، اون تو رو با من اشتباه گرفته بود. خب اشتباه بعضی وقتا به نفع آدمی تموم میشه. مریم بچه ی آبجی ما بود، اما واسه ی تو عشقه. خدایا خدایا، مام بزرگ مام بالاخره دست پاچولو فتی نبودیم. آخه ننه، مام اینی دوست داریم. با عزیز اینم مال با به خاطر عشق تمیز و فداکاری بزرگی که نسبت به اینی جانب دارد. مریم تو باید مال احمد باشی، چون در این چند روز به من ثابت شد که تو دوست داره. پسرم مبارک، خوشبخت باشی. باید به جسده عروس قشنگم. عرضه پسر دیگونم، عروس خوشگلم، شما هم خوشبخت باشید. بله قربان، یه عکس از خانم و شما و آقا خانم بگیرم، بهترین سوژه برای روزنامه هاست. کدوم روزنامه هست؟ بعد نیست به افتخار پیدا شدن مادرم و برادر عزیزم یه عکسی بگیریم. موافقم. نه نه سب کن جونم، سب کن، قربونت برم. شما هم سب کن، یه خود شما بیانی این ورتر. آقا قرید داشته با عشق دیجلی چند عکسی یادگاری خانوادگی بندازیم. خب بندازیم. خانم شما نمیفرمایید عکس بگیری؟ نه بذار راحت باشم. خب خب آماده باشید، یه خود سربالان، لبخند، اینجوری. علی میدونی اینقدر دیگه حرفه نزن، بذار من به آقا قاردکی از چه حسابی بگیرم. داداش یه عکس میخوام که واسه شناسنامه به درد بخورم. بگیر بینم.